سلام، با ما باشید با مشروح خبرهای امروز. نازنین کاظمی هستم و من سوگل آزمون. ابتدا سرخط خبرها. پیکر استاد جلیل شهناز با حضور پیشکسوتان موسیقی ایران تشییع شد. آسیب مناسبات بین ایران و حماس. حماس میگوید اختلاف نظر عمیق بر سر سوریه دلیل این اختلافات است. ایران جزو 10 کشور مخرب محیط زیست در جهان است. تشییع پیکر زنده یاد جلیل شهناز با حضور اساتید و پیشکسوتان موسیقی از مقابل تالار وحدت برگزار شد. صبح امروز جمعیت زیادی برای بدرقه ابدی شهنواز تار ایران به سوی قطعه هنرمندان در مقابل تالار وحدت حاضر شده بودند. جمعیت در این مراسم به حدی بود که برنامه‌های از پیش تعیین شده را مختل کرد. حسین علیزاده نوازنده پیشکسوت تار و ستار طی سخنانی در این مراسم جلیل شهناز را از با ارزش‌ترین هنرمندان الهام بخش زندگی خود توصیف کرد. علیزاده ابراز امیدواری کرد که در گذشت استاد شهناز تلنگری باشد برای مسئولین که درک بهتری از این شخصیت‌های برجسته کشور داشته باشند. محمد رضا شجریان استاد آواز ایران هم در سخنانی نسبت به درگذشت استاد شهناز ابراز تأسف کرد و گفت که مردم به هنرمندان کشورشان پایبند هستند. جلیل شهناز یکی از معروف‌ترین اساتید موسیقی و از مشهورترین نوازندگان تار و ستار در قرن اخیر در ایران بود. او پس از یک دوره طولانی بیماری روز دوشنبه در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. محمد رضا شجریان در این مراسم به یاد جلیل شهناز تصنیفی اجرا کرد. و حالا به سراغ اخبار کارگری امروز میریم. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان
مهمترین مشکل کارگران قراردادهای موقت کار است. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان: بیشتر واحدهای تولیدی برای ادامه تولید با مشکل تهیه مواد اولیه خارجی مواجهند. یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار یک ساختمان قدیمی در خیابان ظفر تهران جان خود را از دست داد. یک فعال کارگری در استان کردستان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی، بخشی از کارگران جوان این استان راهی شهرهای اقلیم کردستان در کشور عراق می‌شوند. سازمان فلسطینی حماس میگوید مناسباتش با جمهوری اسلامی ایران به خاطر اختلاف نظرهای عمیق بر سر سوریه آسیب دیده است. این را قاضی حمد، معاون نخست وزیر دولت حماس، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است. او افزوده اکنون ایران پول کمتری در اختیار حماس قرار میدهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیشتر بزرگترین پشتیبان حماس به شمار می آمد. پایگاه اصلی این گروه فلسطینی هم دمشق پایتخت سوریه بود، اما با آغاز بحران سوریه و حمایت حماس از معترضان این کشور، دفتر این گروه هم به قطر منتقل شد. سران حماس تایید می‌کنند که حمایت آنها از معارضین سوری، در حالی که جمهوری اسلامی ایران پشتیبان حکومت بشار اسد است، موجب تعمیق اختلاف‌های آنها با رهبران ایران شده است. قاضی حمد در عین حال تأکید می‌کند که با این وجود حماس همچنان در کنار ملت سوریه می‌ایستد. رویترز به نقل از یک مقام دیپلماتیک منطقه نوشته است که جمهوری اسلامی ایران تا پیش از این ماهیانه 20 میلیون دلار به حماس هدیه می‌کرد. باسام محمودی سرابی از ترکیه گفتگوی داشتیم در مورد تاثیر این کمرنگ شدن روابط بین ایران و حماس بر بحران سوریه و همچنین بر ایران. می‌بینید اساسا قطع یا کاهش کمک‌های مالی ایران به حماس برای جامعه جهانی یک پیام صریح داره. ایران امروز البته تا پیش از تحویل دولت به آقای روحانی هیچ گونه مماشاتی در مورد قضیه سوریه از خودش نشون نمیده. فراموش نکنید که به هر حال آقای احمدی نژاد با وجود اختلافات جدی خودش با رهبری در اواخر دوران ریاست جمهوریش، در این یک مورد خاص با او هیچ اختلافی نداره. اما ظاهرا پیام آقای روحانی در مورد سرنوشت سوریه این معادله رو تحت شعاع خودش قرار میده و بایستی منتظر بود تا ببینیم نتیجه چی میشه و اینکه آقای روحانی میتونه اون رویکرد اعتدالی خودش رو در مورد سوریه، لبنان و فلسطین عملی بکنه یا خیر. اما به طور کلی سیاست خارجی ایران تو منطقه و به خصوص کشورهایی مثل سوریه و لبنان و فلسطین بیش از اون که برخواسته از بنیادهای ایدئولوژیک باشه، برای حفظ منافع امنیتی ایران در منطقه نضج میگیره. خب فراموش نکنید که اساساً سران جمهوری اسلامی با وجود محدودیت‌هایی که در داخل ایران برای اهل سنت ایجاد میکنن، با مبارزان سنی مذهب فلسطین و لبنان و حتی سران به هر حال سنی مذهب سوریه روابط حسنه ای دارن. از این حیث باید گفت که روابط ایران با فلسطین، لبنان و سوریه از سطح ایدئولوژیک خودش گذشته و به سطح امنیتی در سطح منطقه رسیده. و سوال دوم من از آقای سرابی در مورد حضور حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و تغییر رویه احتمالی سیاست خارجی ایران بود. ببینید آمدن آقای روحانی تعامل بین اعتدالیونی مثل رهبران تشکیلات خودگردان رو سبب خواهد شد. می به اعتقاد بنده نکته اینجاست که وقتی ساختار روابط خارجی ایران توسط رهبری تعیین میشه، این امکان تا چه حدی مقرون موفقیت هستش. وقتی خب 4 وزیر کلیدی اطلاعات، کشور، دفاع و امور خارجه با اختیارات فراقانونی توسط رهبر یا با تایید ایشون تعیین میشه،
میشه به این تغییر امید داشت یا خیر؟ این یک سوال جدی هست. خب هرچند انتخاب آقای روحانی یک پیام آشکار هم برای حاکمیت ایران و هم برای جهانیان، یعنی جهانیان داره و اون طلوع اعتدال در جغرافی سیاسی ایران هستش، یعنی از سوی مردم تمایل به تغییر دارن و در 24 خرداد به اعتدال رأی دادند و در نتیجه با پذیرش رأی مردم ناگزیر حاکمیت هم به این مهم تن داده و باید نتیجه این تغییر سیاست داخلی و خارجی رو در آینده نچندان دور دید. این تغییر البته بایستی من عنوان بکنم که تغییر روی کرد توسط رئیس جمهور نیست، این تغییر تصمیمیه که به هر حال رهبری میگیره، کما اینکه تن دادن به رأی ملت یک پیام مشخصی داشت و اون اینکه رهبری نیز تن به این اعتدال داده و امیدوارم که این اعتدال در سطح روابط خارجی و البته روابط داخلی نیز به هر حال ادامه پیدا بکنه. با سام محمودی بودیم از ترکیه. محمد حسن آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است پیام انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد به غرب این بوده که فشارها و تهدیدها بر اراده مردم اثرگذار نبوده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران در تبلیغات و مناظره های انتخاباتی از سیاست های کنونی اتمی که به گفته او عامل تحریم ها بوده انتقاد کرده است. به گزارش خانه ملت، آسفری حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نشان دهنده مقبولیت و مشروعیت نظام در میان مردم دانست. او همچنین گفت پیشنهاد مذاکره مستقیم هسته‌ای ترفندی است که آمریکا دنبال می‌کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که در دولت جدید تغییری در مواضع هسته‌ای ایران ایجاد نخواهد شد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ایران باید بین سلاح هسته‌ای و آینده بقای خود یکی را انتخاب کند. به گزارش روزنامه جروزلم پست، وزیر دفاع اسرائیل گفته است رژیم ایران از برنامه خود برای کسب سلاح هسته‌ای مادامی که مطمئن نشود جامعه جهانی مصمم به متوقف کردن این برنامه است دست بر نخواهد داشت. به گفته موشه یعلون، اسرائیل در حال بررسی تحولات ناشی از نتایج انتخابات اخیر در ایران است. مقامات جمهوری اسلامی بارها خواستار نابودی اسرائیل از نقشه جهان شدند. مقامات اسرائیل هم برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای امنیت خود می‌دانند و بارها از احتمال حمله به نیروگاه‌های اتمی ایران سخن گفتند. و حالا سری می‌زنیم به آن سوی میله‌های زندان. حمید رحمانی از زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجای شهر کرج از 20 روز گذشته تا کنون در بند سپاه این زندان و در شرایط نامعلومی به سر می‌برد. علی معزی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین جهت تحمل ادامه حبس خود به زندان مرکزی واقع در کرج تبعید شد. نیروهای انتظامی بیش از 90 نفر از مردم تبریز را که در جشن پیروزی تیم ملی حضور داشتند بازداشت کردند. عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با صدور رأی قطعی یک سال زندان بازداشت و به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. جیلا بنی یعقوب در پی اصابت شیء سنگینی در هواخوری بند زنان به سرش به بیمارستان شهدا اعزام شد. آرش نصیرزاده از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 که به جرم شعار نویسی بازداشت شده بود روانه بند 350 زندان اوین شد. روزنامه بریتانیایی تامز از وجود طرحی غربی و بریتانیایی برای تشویق نزدیکان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به کودتا خبر داده است. بنابراین گزارش، این طرح بر گفته های دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا استوار است که از تلاش ها برای قانع کردن نزدیکان اسد به جدا شدن از او برای ایفای نقش در آینده سوریه الهام گرفته شده است. این گزارش افزوده است که پس از شکست کنفرانس گروه 8 در توافق بر سر آینده بشار اسد، کشورهای غربی به دنبال راهکاری
راهکارهای دیگری از جمله کودتای نظامی علیه اسد هستند. دو روز پیش رهبران 8 کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، روسیه و کانادا در ایرلند شمالی گرد هم آمده بودند. مخالفت‌های روسیه باعث شد که در بیانیه پایانی این اجلاس اشاره‌ای به آینده بشار اسد نشود. وزارت امور خارجه و ارتش آمریکا بر سر نحوه مداخله در بحران سوریه با یکدیگر اختلاف دارند. به نوشته روزنامه آمریکایی بلومبرگ، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه‌ای که هفته گذشته در کاخ سفید برگزار شد، خواستار حمله هوایی به پایگاه‌های نظامی در سوریه شده است که از آنها موشک‌های شیمیایی در نبرد با مخالفان شلیک شده است. در این جلسه ژنرال مارتین دمپسی با این نظر کری مخالفت کرده است. او گفته است که ابتدا باید سامانه دفاع هوایی آمریکا مختل شود و این اقدام به حملات گسترده هوایی نیاز دارد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی توسط دولت سوریه خط قرمزی است که سیاست‌های واشنگتن را تغییر خواهد داد. کاخ سفید چند روز پیش از وجود دلایل قطعی مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه خبر داده بود. برزیل از معدود کشورهایی است که میتوان گفت بحران اقتصاد جهانی بر آن تأثیری نداشته. این کشور برخلاف بسیاری از کشورها شاهد دستاوردهای چشمگیر اقتصادی بوده است. با این وجود برزیلی ها در روزهای اخیر همچون مردم شماری از کشورها اعتراض های علیه حکومت خود آغاز کردند. اعتراض های علیه فساد دولتی و افزایش هزینه های زندگی. وعده های مسئولان برای بهبود اوضاع هم نتوانسته به خاموش شدن اعتراض ها بیانجامد. همکارم میثم ارشدی نگاهی داشته به اعتراضات اخیر در کشور برزیل که با هم میبینیم. عقب نشینی مقام های برزیلی در برابر خواسته های معترضان هم نتوانست به تظاهرات اعتراضی در این کشور پایان دهد. هزاران شهروند برزیلی در شبکه‌های اجتماعی قرار گذاشتند تا امروز پنج شنبه برای ادامه اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش مالیات‌ها، نارسایی‌های سیستم بهداشتی و همچنین آموزش و پرورش بهتر به خیابان‌ها بیایند. اعتراض‌ها که در شهرهای مختلف برزیل از هفته گذشته آغاز شده بود، روز سه‌شنبه به اوج خود رسید. گزارش‌ها حکایت از شرکت بیش از 200,000 نفر در این اعتراضات خیابانی دارد. خیلی طول کشیده تا مردم به خودشون بیان. اون چه ما اینجا داریم یه دموکراسی قلابیه. اگر ما تا حالا با خودکامگی سیاسی می‌جنگیدیم، الان داریم با خودکامگان انحصارطلبی می‌جنگیم که همه برزیل رو برای منافع خودشون می‌خوان. معترضان میگویند که فساد مالی و اداری، هزینه های جام جهانی فوتبال و المپیک که قرار است به ترتیب در سالهای 2014 و 2016 میلادی در برزیل برگزار شوند را افزایش داده است. صداهای اعتراضات خیابانی باید شنیده شوند. فارغ از مکانیزم سیاسی و نظرات احزاب در مورد اعتراضات خیابانی، آنچه با صدای بلند از خیابان‌ها شنیده شد، سیستم مالیاتی بهتر، آموزش و پرورش بهتر و خدمات درمانی بهتر بود و اینکه مردم برزیل می‌خواهند در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت فعال داشته باشند. به رغم وعده‌های رئیس جمهور برزیل و اقدامات عملی مقامات شهرهای ریو دو ژانیرو و ساو پائولو، دو شهر بزرگ برزیل مبنی بر چشم پوشی از افزایش قیمت‌های حمل و نقل عمومی و رسیدگی به معضلات آموزش و پرورش و بهداشت عمومی، معترضان همچنان بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. این در حالی است که رشد اقتصادی برزیل در سال گذشته میلادی با وجود رکود جهانی اقتصاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را شگفت زده کرده بود. بررسی دلایل و ریشه های ناآرامی ها در برزیل در کنار اعتراضات مردم ترکیه با نگاهی به پیشینه بهار عربی حکایت از شکست نگاه یک سویه به خواسته های شهروندان دارد. درسی که دیر یا زود، تلخ یا شیرین، هر حکومتی از مردمانش فرا خواهد گرفت. میثم ارشدی، تلویزیون رها.
میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از حزب الله خواست نیروهای خود را از سوریه خارج کند. حضور نیروهای حزب الله در سوریه و پشتیبانی آنها از نظام بشار اسد باعث شده که نیروهای دولتی سوریه شماری از مناطق از جمله شهرک استراتژیک القصیر را از مخالفان بازپس گیرند. رئیس جمهوری لبنان در مصاحبه با روزنامه السفیر گفته است که نیروهای حزب الله اگر در جنگ حلب شرکت کنند تنش‌ها به لبنان باز خواهد گشت. او از رهبران این حزب خواست به جنگ القصیر بسنده کنند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هفته گذشته گفت که نیروهای حزبش تا پیروزی به جنگ در سوریه ادامه خواهند داد. در همین حال یک منبع در وزارت امور خارجه فرانسه به خبرگزاری رویترز گفته است که مجموعه دوستان مردم سوریه روز شنبه برای ارائه کمک‌های ملموس به مخالفان مسلح بشار اسد در قطر گرد خم خواهند آمد. رامی الحمدالله نخست وزیر تازه تشکیلات خودگردان فلسطینی تنها دو هفته پس از ادای سوگند از سمت خود استعفا داد. شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که دلیل این استعفا تجاوز به اختیارهای نخست وزیر بوده است. ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی هنوز در این باره توضیحی ارائه نداده است. رامی الحمدالله جانشین سلام فیاض نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان شده بود. فیاض به دلیل اختلاف با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر سر اختیارات از سمت خود استعفا داده بود. و حالا نوبت میرسه به یک جمله یک خبر. عوض حیدرپور: مردم کسی را انتخاب کردند که روابط مستحکمی میان وی و رهبری وجود دارد. رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در همدان: دولت اعتدال اتوبوسی نمی آید. حمید رسایی: تخریب های گسترده از زبان جبهه خودی از دلایل شکست جلیلی بود. منصور حقیقت پور: هیچ یک از کسانی که به روحانی رأی دادند خواستار رفع حصر موسوی و کروبی نیستند. مدیر مسئول روزنامه رسالت: پیرسالاری بزرگان و بی‌اعتنایی جوانان به آنها باعث تفرقه و شکست اصولگرایان شد. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران در همایش تقدیر از مسئولین ستاد انتخاباتیش از حمایت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و محمد رضا عارف تشکر کرد. روحانی که نامزد اصلاح طلبان به شمار می‌آمد، در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته ایران بیش از 50% از آرا را به خود اختصاص داد. روحانی همچنین به انصراف محمد رضا عارف از نامزدی در انتخابات اشاره و آن را عملی اخلاقی توصیف کرد. او گفته زیبایی ها در آن نبود که پایان تلاش ها به نام حسن روحانی بماند. آنچه زیبا بود و همگی آن را لمس کردند این بود که خیلی ها از خیلی چیزها گذشتند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی روز 20 ژوئن برابر با 30 خرداد را روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی اعلام کرده است. به همین مناسبت فراخوانی برای تجمع و تظاهرات در 49 شهر دنیا منتشر شده است. در جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی تعریف نشده است. از همین رو مقامات جمهوری اسلامی میگویند که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد. بر اساس آخرین گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، تنها در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان امنیتی است، 159 نفر در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا در بازداشت موقت هستند. از مهناز پراکند پرسیدیم که آیا نامگذاری روزی مستقل به نام زندانیان سیاسی میتونه به بهبود شرایط زندانیان سیاسی در ایران منجر بشه یا نه؟ البته که تعیین یک روز خاص برای زندانیان سیاسی و برای پناهندگان سیاسی همچنین امر مهمی هست و قابل توجهه و ممکنه که تاثیرگذار باشه رو عملکرد حکومت‌ها و سیستم‌های حکومتی استبدادی، سیستم های حکومتی که زندانی سیاسی دارن، سیستم های حکومتی که مردمش از مجبور میشن کشورشون رو ترک بکنن و به عنوان پناهنده به کشور دیگه‌ای سفر بکنن. ولی به نظر من
صرف تعیین یک روز ویژه برای زندانی سیاسی و پناهنده سیاسی کافی نیست و باید روی مسئله کار بشه. باید دولت هایی رو که عمل کردشون موجب پناهندگی سیاسی در واقع بخشی از جمعیت کشورشون در کشورهای دیگه میشه و دولت هایی که با فشارهایی که بر مردمشون وارد میکنن و با قوانین دست و پاگیری که برای مردمشون دارن موجباتی رو ایجاد میکنن که تعدادی زندانی سیاسی در زندانهاشون داشته باشن، باید برخورد بشه. جامعه بین الملل باید وادارشون بکنه این کشورها رو که به قوانین بین الملل پایبند باشن، به ویژه کشورهایی که در واقع قوانین بین الملل رو پذیرفتن و متعهد به اجرای مفاد این پیمان نامه های بین المللی شدن. از قبیل کشور ایران، ایران یکی از کشورهایی که هم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و مدنی حقوقی و سیاسی اجتماعی رو پذیرفته و باید مفاد اون رو اجرا بکنه. باید سازوکارهای رو پیش بینی بکنن که این کشورها رو وادار بکنن که به تعهداتشون عمل بکنن. تا روزی رو شاهد روزی باشین که در هیچ کشوری ما زندانی سیاسی نداشته باشین، شاهد روزی باشین که پناهنده سیاسی در هیچ کشوری نداشته باشین، به لحاظ در واقع پناهنده سیاسی از این جهت که فشارهایی که در داخل کشور بر مردم میاد و مردم وادار میشن کشور خودشون رو، میهن خودشون رو، خانه اولیه خودشون رو ترک بکنن و به کشور دیگه‌ای پناهنده بشن و دوباره از صفر زندگیشون رو شروع بکنن. با خانم مهناز پراکند بودیم از نروژ و حالا نرخ ارز و سکه در بازار امروز تهران. امروز دلار با 1000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته در بازار تهران 32900 ریال فروخته شد. پوند با 1100 ریال کاهش 52400 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو نیز با 1500 ریال کاهش نسبت به دیروز 43800 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 390 هزار ریال کاهش نسبت به چهارشنبه 11 میلیون و 690 هزار ریال در بازار تهران معامله شد. ایران به لحاظ شاخصه های زیست محیطی جز 10 کشور آخر دنیا قرار گرفته است. این را انوشیروان محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده است. آقای محسنی بندپی با انتقاد از افت شدید استانداردهای زیست محیطی در کشور، دلیل این موضوع را افزایش آلودگی هوای ناشی از سوخت، آلودگی آب‌های زیرزمینی، افزایش آرایندههای صوتی و پدیده ریزگردها عنوان کرده. به گفته این نماینده مجلس، رقمی نزدیک به 1 میلیارد دلار تنها برای مبارزه با ریزگردها به سازمان محیط زیست اختصاص یافته، ولی این سازمان به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری هیچ گزارشی پیرامون چگونگی هزینه و فعالیت‌هایش ارائه نکرده است. در ایران 2 میلیون هکتار منبع آبی وجود دارد که حدود 60% آن خشک و مستعد تولید ریزگرد شده است. و در آخر اینکه ساکنان بافت تاریخی یزد به همراه گروهی از دانشجویان معماری و فعالان میراث فرهنگی در اعتراض به تخریب خانه‌های بافت تاریخی این شهر جلوی سازمان میراث فرهنگی و فرمانداری تجمع کردند. تخریب ناگهانی خانه‌های تاریخی این شهر جهت توسعه امامزاده جعفر بدون رضایت مالکان پیش از تصویب این طرح آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، سامان کارگر، معاون حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی یزد گفته که این طرح مورد پذیرش این سازمان نیست. آقای کارگر افزوده که کارفرمای این طرح هیئت امنای امامزاده جعفر و اداره اوقاف و اجرا کننده آن شهرداری بوده است. بافت تاریخی یزد در فهرست آثار ملی ایران جای دارد و بسیاری از این خانه‌ها متعلق به دوران قاجار هستند.
ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار. Thank you.